تمره چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د روان وضعیت په تړاو خبرې اترې وشي، په داسې حال کې چې په یاده ناسته کې د پخواني او اوسني نظام کوم مشر ته د ګډون او وینا اجازه نه ده ورکړل شوې، خو ویل شوي چې په ملګرو ملتونو کې به د افغانستان پخوانی استازی ګډون وکړي. بل لور ته ازبکستان هم په نړۍ غږ کړی چې نړیواله ټولنه تر هر څه دمخه باید د افغانستان اقتصاد ژغورلو ته لومړیتوب ورکړي. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې به تر ډیره کومې پایلې را بهر شي؟ آیا افغانستان د نړۍ لپاره لومړیتوب کیدای شي، او تر څنګ دا چې په سیمه کې د چین او ازبکستان په ګډون د افغانستان ملګري هیوادونه هیواد له اوسني اقتصادي بحران څخه د ژغورلو کوم تګلاره لري او کنه؟ سلام او درنښت، محراق ته بخیر راغلی. زه فیصل فیضان یم. د همدې موضوع په تړاو راسره په خبرونه کې ښاغلی ډاکټر صاحب محمد زلمی، افغانیار پوپل، د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر، او همداراز حکیم روان صاحب د چارو شانون کې ګډون کړی چې ورسره به خبرې او اترې ولرو. دواړو ته ښه راغلاست وایم. پیل له افغانیار صاحب څخه کوو. ډاکټر صاحب، فکر کوئ تر ډیره پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته د نورو ناستو پر دوام ترسره کیږي، دغه ناسته وضعیت په کتو تاسو څه انتظار ترې لرئ چې مثبتې پایلې به د افغانستان لپاره ولري، او هغه مهم مسایل چې د نړۍ سره فعلاً د افغانستان لپاره مطرح کیږي هغه پکې مطرح کړل شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض حرمت خدمت شما، خدمت مهمان در بحث، از همه طریق سلام میخوام داشته باشم خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان استیک هستن. امیدوار هستم همراه اعضای فامیلشان آرام و صحتمند باشن. تواضعهای دشمن مکر صیادی بود بیدل، که خم خم رفتن صیاد بهر قتل مرغان است. خب اوضاع افغانستان مشخص هست که چی هست و چگونه هست، و در این یک سال و اندی که افغانستان با موضوعات خلای سیاسی بین المللی مواجه است، ما میبینیم که شرایط در افغانستان به کدام وضعیت روان است و کی را مدیریت کرد و چطور را مدیریت کرد. همو سازمان ملل که 77مین نشست خود را داشت و نماینده اسبق حکومت افغانستان که از جمهوریت مانده بود بر ازو اجازه نداد که صحبت بکنه، بله. افغانستان و میانوار دو کشوری بودند که در اوج نتونستند کسایی باشند، بله. که نمایندگی ملتشان را بکنند و صحبتی داشته باشند پیرامون فقر مردم خود و نابرابری هایی که بر ملت افغانستان هست. بله. اگر این موضوع بر ازو مطرح بحث می بود که چطور افغان ها بتوانند حکومت داری داشته باشند و افغان ها چطور از بحران های بشری که اوها هم میگن که افغانستان به او مواجه هست و هر از گاهی سازمان ملل، جامعه جهانی، نهادهای مددرسان میگن که 20 میلیون افغانستان با فقر مواجه هست، 5 میلیون از اطفال افغانستان هست، اگر این چین هست پس چرا یک بام و دو هوا هست؟ این صحبت ها و این برنامه ها به خاطر چی هست؟ اگر مشخص هست که فشار کشورهای ابرقدرت دنیا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین، امریکا هست که بر ازو اجازه نمیده که از افغانستان صدای اوجا باشه، اگر اوها نمیخواستن که نماینده اسبق حکومت جو که از حکومت جمهوریت مانده بود اوجا صحبت داشته باشن، نماینده از ملت افغانستان کی باید بکنه؟ افغانستان از جمله اولین کشورهایی بود که عضویت سازمان ملل را قبول کرد و تمام منشورش را قبول کرد و تا رفتن جمهوریت و آمدن امارت اسلامی تمام ممو اصولش را مراعات کرد. آیا این بجا هست که صدای ملت افغانستان نشنیده شود و باز بعضی از کشورها اوجا برن صدای خود را بلند بکنند، گویا که در افغانستان نابرابری های تحمیل شده هست که ما متضرر میشیم؟ اما در طول 40 سال از این کشورهای همسایه مغرض افغانستان متضرر شده. تاجیکستان هم میاد صدا بلند میکنه که ما متضرر میشیم، بر ما کمک تسلیحاتی بکنین، بر ما پیسه کمک بکنین، و همون مقوله هست که منافع خود را کشورهای دیگه از جنگ در افغانستان میخوان. چطور افغانستان را یک کشور نشان بدن که گویا تمام کشورهای دنیا را او تهدید میکنه، اما از طرف از او امن و امان و گل و گلزار است؟ یعنی پاکستانی ها در قبال افغانستان هیچ طرح خصمانه ای ندارن، ایران نداره، تاجیکستان نداره، ازبکستان نداره، اما امروز میزبان کی هستن؟ میزبان چی هستن؟ به خاطر چی هستن و چی میکنن؟ آیا سازمان ملل از یا پرسان کرد و این نشست بعدی ده که فردا قرار است شوه در شورای امنیت سازمان ملل در روز باز میگن که بر فایق اجازه صحبت کردن داده میشه که او صحبت بکنه؟ در اون نشست عمومی که نماینده های تمام کشورهای دنیا اونجا حضور داشت هیچ کس اجازه نداشت گپ بزنه، اما نشست فردایی را که نماینده سرپرست یونما هم اونجا هست و او اوضاع افغانستان را تشریح میکنه، باز جناب فایق میشه نماینده ملت افغانستان و او باز میاد صحبت میکنه. اون ملتی که با فقر مواجه هست، اون ملتی که اطفال خود را فروش کردن، اون ملتی که اقتصادشان خراب هست، نمایندگی از اوها را میکنن. این باید به شکلی که مد نظر گرفته شود که ملت افغانستان واقعیت ها را بفهمند. یعنی فکر کرد دکتر صاحب د تاسو خبر اوس خمتا برداشت کیږي چې خپل ملګری ملتونه یا نړیوال ټولنه په لوی لاس افغانستان دې حالت را وستای؟ تاسو ښه برخه ته یادونه وکړه، په یوه غونډه کې د افغانستان په اړه باندې
چاته اجازه نه ورکول کیږي چې دغه خبرې وکړي. خو په بل کې د پخوانی نظام یو استازي هلته ګډون کوي او دا چې کوم مسئله تر ډیره پورې مطرح کیږي، وضعیت دروان وضعیت په حق باندې مسایلی دغه سی ورته غونډې ډاکټر صاحب موږ تاسو په دې شاهد چې په دې تور تیر او څو میاشتو کې ترسره شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلا چې عملا هم روانه ده په زمن کې د ازبکستان یا سمرقند ناسته ورته نورې مهمې ناستې، د افغانستان په هکله فقط د اندېښنو تر کچې پورې مسایل او موارد کې شریک کیږي. پس در حالت که بیدان نکنه این نشان به این میده که همون معقوله همیشگی هست که در سیاست میگن منافع مهم نیست، تعریف منافع مهم هست. افغانستان کشوری هست که به تریلیون‌ها دلار ما منابع سرشار دارین، هم منابع طبیعی هم غیر طبیعی. امروز اگر ما ببینین سالانه میلیاردها متر مکعب آبهای سرشار طبیعی افغانستان کشورهای همسایه میره، میره به ایران، از ایران میره به ترکمنستان، اوها با هم صد دوستی جور میکنن. خب مشخص است که جنگ های فعلی از این بعد جنگ منابع هم هست. اوها هیچ جایی نمیخوان که در افغانستان یک حکومت باشه که از اسلام‌قلعه تا به تورخم، از واخان بدخشان تا به نیمروز رو مدیریت تا به تورخم رو مدیریت بکنه. اگر مدیریت بکنه خب باز ما دست ما خب از جمهوریت تا به امارت پیش کلی که دراز نیست که برای ما شما خیرات بدین، برای ما شما کمک بکنین که ما از فقر نمریم. اما اوها ایره مغرضانه عمل میکنن. خب مشخص است که این مدیریت شده است. آمریکایی‌ها بیشتر از 50% مخارج سازمان ملل را تمویل میکنه. آیا شما فکر میکنین که در اوج باز او نفوذ نداره؟ آقای فایق را نمیمونه که دیروز به خاطر افغانستان امروز صحبت بکنه، اما فردا باز بر ازو اجازه میدی او هم در حضور نماینده یونما صحبت بکنه. به خاطر چی؟ به خاطر بگن در افغانستان موضوع حقوق بشری است، حقوق زن است و اطفال است و اقلیت ها است و ملیت ها است. اگر شما بر ما اینقدر غمخور می بودین در طول 20 سال که بارها از این تریبون از این جمع ما در جمهوریت هم صدا کردین، بالای رئیس جمهور، بالای کسایی که در غم افغانستان بودن، که بیاین روابط را بر ضوابط حاکم نسازین. امروز هم همون نهادها روابط را بر ضوابط حاکم می سازن، بر خود یک وجهش قانونی میدن که گویا نماینده افغانستانی صحبت ها را میکنه. اما همون یونما، همون نماینده سرپرستشان که امروز اینجا حضور داره، در سفارتخانه های ما، در وزارت های ما، حتی والی های ما هم به اجازه از او مقرر می شدن. امروز اوها هم میان میگن که ما با کمال بی‌طرفی میخوایم اوضاع افغانستان رو تجزیه و تحلیل بکنین. اگر شما برای ما حکومت همه شمولی میخواستین، 20 سال در افغانستان شما حضور داشتین، 2.3 تریلیون دلار در افغانستان شما مصرف کردین، آیا در افغانستان در کلان شهرهایش، شهرهای کوچک رو بگذارین سر جایش، ما حکومت همه شمول داشتین، روابط بر ضوابط حاکم نبود، موضوعات قومی و سمتی و گروپی رو شما دامن نمیزدین، در افغانستان 97 حزب، 130,000 نهادهای اجتماعی رو شما وجود نآوردین، در کشورهای خودتون امون هیچ گپ نیست. اما در افغانستان که کمتر از 30 میلیون جمعیت داره، شما آمدن ما را قوم و سمت و گروپ ساختین. از 40 سال گذشته 7 حزب بر ما یک همسایه جور کرد، 8 حزب بر ما یک همسایه جور کرد، و در قبال نمی دو حزب همی 7 و 8 که 15 شب آمد افغانستان را به حد رساندن. و امروز که ملت افغانستان میخوان آرامش داشته باشن، باز او آرامش در قبال صحبت ها و بیان هایی که او میدن از کشورهای دور، او میخوای مختل شوه. اول بیاین ملت افغانستان از فقر نجات بدین. اگر این ملت از گشنگی نمرد، از نابرابری ها نمرد، باز شما بیاین در راستای سرنوشت افغانستان شما تصمیم بگیرین و بگیرین افغانستان فیامین روسیه و چین و آمریکا و فرانسه و انگلستان تقسیم بکنین از طریق مهره هایی که شما استعمال کرده بودین. اگر بعضی هاشون نیست، کس های وابسته به او هستن که شما میخواین افغانستان را به طرف بربادی شما ساق بدین. تر ډیره پر ډاکټر صاحب موږ تاسو د شاهدی په نړیوالو ستیجونو کې د افغانستان په سازیتوب فعلا هیڅ څوک نه ورته د ګډون اجازه ورکول کیږي او نه هم شته دی. که فرضاً دوه درې محدود کسان شته، مثلا په سبانه ناسته کې د ښاغلي فایق ناسته، پاکستان موږ تاسو ودی چې په افغانستان په عمومي اسمبلی کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې تور پور کې په افغانستان کې ترهګرې ډلې موجودې دي، القاعده، داعش، ترکستان شرقی و ازبکستان دل نور لته. فکر کوي اسلامي امارات دغه شرایطو ته پکتو څه کوي ته څو هغه تعامل چې په اوسنۍ شرایطو کې لرنړی سره کول شي ته څو دغه برنامه خزان وشغوري اس تر ډیره پورې نیو کې هم په دغه برخه کې دی. البته زنه غواړم منطقدانه بس مخته یو سم خودمه د خوانځي او د پرانیس پروسه هغه څه چې تر ډیره پورې ملت شنون کې نړۍ د اسلامي امارات خلک دی غوښتون کې دی، هم دغه یو لوی مشکل چې تر اوسه پورې نه حل شوی. کله به دغه حل شي؟ ما بارها گفتین، از همه تریبون صدا کردیم، در طول یک سال و چند وقتی که میشه امارت اسلامی حاکمیت داره، وقتی که ما میگیم مبنای حکومتداری بر اساس تطبیق شریعت هست، جایگاه تعلیم و تعلم در شریعت مشخص هست، ما میبینیم که راوی احادیث حضرت رسول اکرم حضرت بیبی عایشه هست، حضرت خدیجه هستند، و اوها تجارت هم میکردند به نحوی که سرپرستی اموالشان را حضرت رسول اکرم میکرد. اگر این مشکل می بود، خب طبعا حضرت رسول اکرم در این راستا یک تصمیم را می گرفت. پس جایگاه تعلیم و تعلم مشخص هست که حق هر مسلمان هست که تعلیم داشته باشه.
اطلب العلم الى الان مهد الى الله و طلب العلم فریضه على كل مسلم و مسلمه. این جایگاهش مشخص است، اما این که در افغانستان از او برداشت سیاسی میشه این مشکل هست. این باید افغان ها ما بین خود حل بکنن و در پهلویش به خاطر از اینکه ما خود نگاه بکنیم و باز دوباره به طرف بحران های مدیریت شده از طرف کشورهای همسایه و فرامنطقوی نشوین، باز در افغانستان دو جبهه جنگ نباشه، باز یک طرف حکومت کابل که امارت اسلامی است و یک گروه دیگه نباشه، بیاین اول یک اجماع سیاسی داخلی داشته باشین، از اسلام قلعه تا بطرخم، از واخان بدرشان تا به نیمروز آینه تمام نمای مردم را با خود داشته باشین. هم دقت که دکتر سبملیشی جهان هم افغانستان که دیو سیاسی ساختار یا جوړک پرامنسته کیدو باندې تاکید لري، جدا لکه مسائل مسئله یا موضوع خطر ډیره په کور دننه نه د مشروعیت قبل بعضه نامسته کیږي، دغه مسائل څنګه حل کوي؟ فیضان صاحب عزیز، اگر ما موضوع ایر مطرح بحث داشته باشیم که جهان بر ما حکومت هم شمول میخواد، حکومت هم شمول فرانسوی یک نام است، حکومت هم شمول انگلیسی یک نام است، ایرانی یک نام است، پاکستانی یک نام است، هم شمول بر مبنای خواسته های کشورهای فرامنطقوی، یعنی افراد و اشخاص وابسته به ما باید در بدنه حکومتداری باشه. اما حکومت هم شمول بر مبنای خواسته های مردم از شمال تا به جنوب، از شرق تا به غرب خواسته ملت است. وقتی که حکومت امارت اسلامی اعلام میکنه که ما حکومتداری را به زور نگرفتیم، ملت افغانستان با ما بود، وقتی که در طول 20 سال ملت افغانستان نان خوردن خود با عساکر امارت اسلامی تقسیم کرد، آیا امروز او حق ندارن که در حکومتداری از او پرسان شوه؟ وقتی که پاکستان در افغانستان می در راستای مدرسه های افغانستان صحبت میکنه و خودشان در کشور خود قانون پاس میکنن که هم جنس گرایا در اوج او حق داشته باشن، ببینین که او چی میخوان، ما چی میخوایم. ما حقوق اولیه‌ای را که بر اساس شریعت اسلامی مشخص شده همور حکومت فعلی افغانستان مدیریت بکنه خوب هست، نابرابری ها دامن زده نمیشه. در ذات من دکتر سبله کوشنی دمی روز تا بیت تا سترا گرز کوشنی دمل روح ل دمی روز از مصرفات شد. ده خبرونه پاتی برخه تبی هم خرا خلاص روان سب تا ست هم خرا خلاص ما چرت از ما غوری ازبکستان د افغانستان په تړاول نړۍ څخه غوښتي چې افغانستان باید د دوی په لومړیتوبونو کې اوسي، خصوصا افغانستان د اقتصادي وضعیت د ژغورلو لپاره دوی عملاً اقدامات ترسره کړي او لاس په کار شي. فکر کوئ نړۍ ډېرته دلته لیواله ده چې افغانستان څه په دغه برخه کې په اوسنیو شرایطو کې کار وکړي؟ دغه صداقت په نړۍ کې شته اوس؟ محترم تر هر څه لومړی تاسو او ستاسو تخنیکي همکارانو او د افغانستان ولس ته خپل د زړه د کومې سلامونه او درناوی او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. د سوال په ارتباط باید ووایم چې نه یوازې ازبکستان بلکې د ټولې نړۍ هیوادونه په دې کې منفعت لري او په دې کې نفع ده چې وایي په دې باندې هر وخت ویلي دي چې کچیری طالبان په خپل ډیرو سرسختانه سیاستونو کې تغییر راولي او هغه څه چې نړیوال غواړي او هغه څه چې د افغانستان خلک غواړي هغه ایست هدي اقل اعتنا وکړي، نو نړۍ خو ګوره تر اوسه پورې په افغانستان کې ډېر زیات کومکونه کړي دي او کوي، او که نړۍ کومکونه نه وای اوس په افغانستان کې عملا یو بشری او انساني فاجعه رامنځته شوې وای، لکه دا د نړۍ او نړیوالو حکومتونو دی مرستې دي چې تر اوسه پورې هغه فاجعه چې تصور کیده تر اوسه پورې نه رامنځته شوې، او دلیل دا دی چې نړیوال د افغانستان د خلکو سره ژوند دي او هغه سره خپل مرستې کوي او نه واړي چې دا تور په نړیوالو په تاریخ کې ثبت شي چې بی پروایی او بی اعتنایی وخوده او د افغانستان د خلکو په سخت لحظات او سخت شیبه کې مرسته ونه کړه. او افغانستان روان صاحب که فرضاً دلته د افغانستان سره د پام یا د مرست خبره کیږي، اقتصادی وضعیت سره افغانستان لاس او گریوان دی، همدغه بهرنی او هیوادونو چې په رأس کې امریکا د افغانستان نن د اقتصادي تحریم لاندې نیول دی او راوسته دی، تر ډیره پورې ګوتې هم همدوی ته نیول کیږي د انتقاد په شکل باندې، دا څنګه مرسته ده چې افغانان ورځ تر بلې د دوی ژوند ورسره خرابیږي؟ که فرضاً لږ مرسته افغانستان ته په یوه او بل نامه باندې راځي، بیا هم خلک د اقتصادي وضعیت څخه سر ټکوي. خبره دا ده محترم چې تاسو به اوریدلې بمومي او خبرې است چې ملل متحد په هر میاشت کې تقریبا ډېر څلوېښت او څلوېښت میلیونه ډالر افغانستان ته
افغانستان بانک دې دې لپاره چې د اقتصادي بحران مخه ونیسي. دا نو چیرته د خلکو د واک او لشي روان صاحب؟ دلته خو کم نفوس نه دی پروت، کم ستونزه خو نه دی موجوده، یوازې دغه اقتصادي برخې نه تنها باید سړی ونیسي، دلته ډېرې نور ستونزې هم شته. دقیقا ډېرې زیاتې ستونزې شته، تر هر څه زیاته او عاجله ستونزه په افغانستان کې اجتماعي بحران دی، هغه بحران چې دولت او خلک د هغې سره مخامخ شوي دي، او دولت هیڅ ډول انعطاف او هیڅ ډول گزشت نه کوي د خلکو په وړاندې، هیڅ ډول حوصله مندي نه کوي د خلکو په وړاندې، او د خلکو غوښتنو ته توجه نه کوي. یو علت د دې چې په افغانستان کې بحران دی دا دی چې طالبان سخت دریځي دي او د خپلو سخت دریځو نه اوري. طالبان باید که غواړي چې دغه بحران حل شي، حداقل حل شي، باید ځینې غوښتنې د افغانستان د خلکو او نړیوال ومني. خو طالبان یوازې په دروغو او وعدو باندې غواړي چې هم خپل خلک وغولوي او هم نړیوال وغولوي. تاسو فکر وکړئ چې اوس په دې باندې نړیوال په دې باندې فکر کوي چې د طالبان مربی او د طالبانو او ملاتړی پاکستان وایي چې افغانستان د ترورزم چې افغانستان د څه ډول مشکلاتو سره مخامخ او نړۍ باید داسې یو دولت کابل شریف وایي افغانستان ترورزم مرکز دی، نړیوال په دې باندې باید فکر وکړي. دې ته باید روان صاحب د دې ترڅنګ سبا ته په بخښنې سره چې ستاسو خبره زه قطع کوم، په د پروګرام په لومړیو کې د افغانیار صاحب سره ځینې مسایل ما مطرح کړ، تمه ده چې سبا د افغانستان په حق باندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته ولري. په دې ناسته کې نصیر احمد فایق ته ګډون ورکوي چې هلته خبرې پکې وکړي. فکر کوي مثمریت به څه وي د افغانستان لپاره؟ خبره دا ده چې اول نصیر احمد فایق څوک دی، او نصیر احمد فایق پرون دی افغانستان یو چانس دی افغانستان د خلکو لپاره ضایع کړ. دوه باید د افغانستان د خلکو درد او رنج پرون په بینالمللي جامعه کې چې ټول د ټولې نړۍ مشران هلته حاضر وو، هلته یې باید بیان کړي وای. اجازه ورنکړل شوه، نه اوسنیو رهبرانو ته اجازه ورکړل شوې ده، روان صاحب، او نه هم پخوانیو کسانو یا چارواکو ته. عملا سبا چې کومه غونډه ترسره کیږي، صرف د افغانستان پست از ولای د پخواني حکومت یو استازی فایق پکې ګډون کوي. دغه فایق پرون کولای شول، بل ورځ کولای شول چې د ملل متحد په عمومي غونډه کې د افغانستان د خلکو رنج او درد بیان کړي او افغانستان ته د نړیوالو توجه جلب کړي. روان صاحب، تاسو یو طرف ته د نړۍ تعهد بولی د اسلامي امارات یا افغانستان پر وړاندې باندې، همدغه نړیوال ټولنې ولې په تېرې ورځې ناسته کې د افغانستان په استازولۍ باندې یو کس د همدغه نظام څخه ونه غوښت؟ دغه نظام خو ته ګوره چې ټولې نړۍ په رسمیت نه دی پیژندلی. هغې جملې نه شپږ پنځوس هېوادونه د افغانستان په شمول اووه پنځوس هېوادونه په نړۍ کې اسلامي هېوادونه دي، یوه اسلامي هېواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه چې دا حکومت یو سخت دریځی حکومت دی او نړۍ ته، خلکو ته، جهانیانو ته، نړیوالو ته افغانستان او د افغانستان خلک او اسلام سخت دریځی ښیي. همدا دلیل دی چې اسلامي هېوادونه یې هم په رسمیت نه پیژني. خبره دا ده چې طالبان باید د سخت دریځۍ نه واوړي او خپله سخت دریځي باید پرېږدي، د افغانستان د خلکو روا غوښتنو ته باید غوږ کېږدي، او د نړیوالو سره باید همغږي شي په هغو مسایلو کې چې د اسلام سره دغه نه لري، اختلاف نه لري. مننه روان صاحب. زمونږ د ملي کور ودان تاسو ته بیرته راګرځو. روان صاحب، زه به افغانیار صاحب نظر هم په دې حکله واخلم. ډاکټر صاحب، تر ډیره پورې به فکر کوئ هغه نتایج موږ د راتلونکو نړیوالو غونډو څخه اخیستی شوي د افغانستان په باب چې عملا د افغانستان یو استازی پکې ګډون ولري، او د افغانستان څخه خپله دغه وضعیت هلته تعریف کړي که ستونزې دي په اقتصادي برخه کې، ټولنیزه برخه کې، او دا چې تعامل لپاره یو څه د نړیوالو سره په میز کې ولري څه کیدای شي؟ خب مشخص است در طول یک سال و اندی که امارات اسلامی حاکمیت داره در افغانستان و جامعه جهانی در طول 20 سال همراه افغانستان بود، اگر ما این را تجزیه بکنیم، تحلیل بکنین، امروز وقتی که میایه از پاکستان صدر اعظمش افغانستان را میگه که لانه تروریسم و تروریست شده، در طول 20 سال هاموی ها و موتورهای زره و تجهیزات آمریکایی از کجا به افغانستان آمد؟ 47 کشور آیا از بنادر کراچی و از بنادر پاکستان در قبال پیسه های همگفت داره که پاکستانی ها گرفته بودن و افغانستان نیامد؟ بلک ها مردم ملکی ما در افغانستان شهید شد، آیا به نحوی پاکستانی ها در این دخیل نیستن؟
امروز او میایه از طرف افغانستان شکایت میکنه و دنیا میفهمه که افغانستان با کجا قرار داره و اوها در قبال افغانستان چی میکنن. امروز هر تلفن شهروند افغانستان و هر پیامی که در صفحات مجازی میگذارن از شرق تا به غرب دنیا، از شمال تا به جنوب دنیا میره و ملت دنیا ها میفهمن که افغانستان در کدام وضعیت قرار داره. او زمانی که طفل خود افغان به فروش میرساند، گرده خود را به فروش میرساند، دورترین کشورهای دنیا هم صدای ناتوانی و بدبختی مردم ما را شنیدند. اما این را بیاییم بگیم که رهبرهای سیاسی فعلی افغانستان و رهبرهای گذشته افغانستان که از آدرس قوم و سمت و گروپ و نژاد و مذهب و ملیت به میلیاردها افغانی و میلیونها دلار را زراندوزی کردند، امروز در فرانسه و انگلستان و تاجیکستان و اسلام آباد و تهران ششته هستند در استانبول. اوها در قبال ملت چی میگن؟ اگر امروز سازمان ملل جامعه جهانی اعلام بکنه که در افغانستان فقری نیست، ملت افغانستان با نابرابری ها مواجه نیست، حکومت فعلی خوب حکومت هست و هیچ مشکل ما نداریم و حکومت همه شمول هست، آیا مشکلات داخلی سیاسی ما حل میشه؟ حل نمیشه. بگذارین که افغان ها در جغرافیای بنام افغانستان پیرامون سرنوشت خود او تصمیم بگیرن. در نشست بعدی ره که اوج هست در سازمان ملل، فائق به نمایندگی از افغانستان صحبت میکنه، صحبت هایی ره که سرپرست یونما در قبال افغانستان برش گفته شده باشه همو رو بیان میکنه، فراتر چیزی گفته نمیتونه. دیر ازیت منان لطاس و دکتر سیب محمد زلمای افغانیان پوپل در افغانستان دو واحد ملت دیوال بحیر مشر و همدار است حکیم روان سیب چهار شنون که چه بس که مزمون سره گردونو کرد کلدان لطاس تور دونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه زموږ سره وای تر بیا خېچې لاله دلمو مننه.